نمیاد. البته نمیگم که من کار رو خوشم نمیاد، دقیقا بهش میگم یا این کار رو بهتره، ولی مثلا چند نفر بودن اونجا که روز گروه عباس خیلی خوب بودن، آدم خوششون به کاراشون بود، هر چی کار میکرد آدم میگه رو بهتر میشم، که یکی از اونا آقای بخشی بود که کار میکرد و بعدم افتخار پیدا کردیم ما آقای حاتمی توی ستارخان بازی کردیم فوق العاده درخشان، بعد اومدیم یه تو خالو رو بازی کردیم با هم شد یه درخشان‌تر از همه است و واقعا ماندگاره و فعالیت زیاد داشت. با امیر باقری مرشده رو کار کرده بود و تاعت بازی هم تلویزیون زیاد دیدم، خیلی زحمت دیدم، خیلی فعال و خیلی شست و رفته و تقتمیز و همیشه هم وفادار به این هنر بوده، یعنی به نظر من روز کسانی که خیلی ارزش داره و قیمت داره. عنایت بخشی هستم و با اجازه تمام سروران پرده دار رو بازی میکنم. بشتاز لیچون حکایت میکنم از جدایی آشکایت میکنم. من در یک از روستاهای طالقان به دنیا اومدم، روستایی بود که یعنی البته هنوز هم همینطوره، بسیار بسیار خوش آب و هواست، مزارع و باغات بسیار زیادی داره. من از همون دوران در واقع میشه گفت که نوجوانی علاقه به نمایش دادن خیلی در من وجود داشت، یکی از مشتاقان تعزیه بودم. توی مدرسه هم شروع کردم بچه ها رو دور هم جمع کردن و نمایش های دبیرستانی و ابو مسلم خراسانی و از اینجور چیزها که همین آقای اسماعیل خلج و اون آقای فریدون نوری اینا جز بازیگرهای من بودن اون موقع توی دبیرستان، چون با هم دیگه در یه دبیرستان بودیم، تا اینکه من رفتم به کلاس آقای حمید سمندریان و اولین باری که در واقع روی صحنه حاضر شدم کاری بود از آقای انتظامی، حالا شاید خودشون یادشون نباشه، موقعی بود که اداره هنرهای دراماتیک هر چهارشنبه به چهارشنبه یه تئاتر داشت که شما یه روز اومدین کلاس و گفتین که سه چهار تا از این برای بچهای از این شاگردات تعبیر به من بخوام ببرمشون تلویزیون. موقعی که فقط یک کانال تلویزیونی وجود داشت اونم شبکه 3 بود. بله، و به هر حال من توی گروه هنر ملی کارهای زیادی کردم، همینجور دیگه در واقع خانه دوم من گروه هنر ملی بود، در واقع یه جورای دیگه جز داداش کوچولوی یا برادر کوچیک آقای جوانمرد محسوب می شدم. نمایشنامه های زیادی رو ما اون زمان کار کردیم، چه در تلویزیون و چه در روی صحنه تئاتر، و سالهایی بود که واقعا زحمت کشیدیم ما برای سینما و تئاتر این مملکت. یادم میاد یه روز من آقای محمود دولت آبادی یه جگرکی بود دم وزارت خونه که این بعض وقتا این دنبه ها رو میداخت توی منقل و این بوی هم میپیچید توی این اطراف، بوی این دنبه ها بود فلان اینا، و من و محمود دولت آبادی که ایشون هم جزو گروه هنر ملی بود، وقتی پولامون رو گذاشتیم روی هم دیگه پول 5 تا سیخ جگر نشد. شری مولانا داره میگه گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. با واقعا هیچ چیز جلودار ما نبود جز اون که به اون هدفی که فکر میکردیم برسیم. من یادم میاد که پیس داشاکل رو با مرحوم بیژن مفید تمرین میکردیم، من نقش داشاکل رو بازی میکردم، به من میگفتش که اگر امشب رفتی خونه خوابیدی و در شخصیت داشاکل اگر خواب دیدی خوابتو بیا برای ما تعریف کن، تو نخوابی، عنایت بخشی نخوابه، داشاکل بخوابه، داشاکل اگه خواب ببینه چی خواب میبینه. این سیستم کار میکردیم. یا هر شخصیتی که قرار بود بازی بکنیم، آیا انتظامی بهتر از من میدونن، شاهد ماجرا هستم، ما میرفتیم برای اون شخصیت بیوگرافی مینوشتیم. اکثر آدم هایی که هنوز دارن بار هنری این مملکت رو به دوش میکشن اکثرا کسایی بودن که در گروه هنر ملی بودن.
مثل آقای بهرام بیضایی، مثل آقای بهمن مفید، آقای منوچهر انبر، مرحوم خانم چهره آزاد، آقای خسرو شکیبایی، آقای محمود دولت آبادی، مرحوم پرویز فنی‌زاده، اینها تماما از اعضای گروه هنر ملی بودند. و اون زمان تنها گروهی که تونست بره خارج از کشور تئاتر اجرا بکنه همین گروه هنر ملی بود. با وجود کارگردانهایی مثل مثلا مسعود کیمیایی، مثل آقای داریوش مهرجویی، اینها یواشاش بچه‌ها فهمیدن که نه با اینا میشه کار کرد، اینها وضعشون فرق میکنه با مثلا کارگردانهای دیگه‌ای که در عرض 10 روز یه فیلم میساختن، در عرض 15 روز یه فیلم سینمایی رو تموم میکردن. بله، به این ترتیب بود که بچه‌های تئاتر وارد عالم سینما شدن. این آقای حالی هم داستان جالبی داره. خب مهرجویی وقتی که با ما برای جور دیگه ای برخورد میکرد، میدونست ما چه خلقیاتی داریم و اینا، چه مرضایی داریم، به من گفتش که بخش این فیلم رو برای بخون، اون نقش اون یارو جاهله، اون نقش رو من برای تو در نظر گرفتم. من یادمی که وقتی رفتم پیس رو که فیلم رو خوندم بودم، گفتم که خب آقا خیلی ممنون، حالا شما به من بگید ببینم این جاهله کلاس چندمه. گفت یعنی چی؟ مگه این جاهل هم این کلاس چندم داره؟ گفتم بله آقا. گفت خیلی جالبه برای من، چی بگو بینیم جریان چی؟ یعنی تازم از فرانسه آمده بود و اصلا این چیزا خیلی براش عجب غریب بود. برای شروع من کار من توی سینما از همون آقای چیز بود، آقای حالو بود. بعد اتفاقا هم که نقش خوبی از آب در اومد، یعنی هنوز که هنوزه همه کسایی که اون فیلم رو دیدن که فیلم هم تو فیلم سیار زیبایی از آب در اومد، یعنی همه بچه ها واقعا خوب بودن، درخشان بودن واقعا. یعنی دائما بازیگر باید از آدم های دور اطرافش ایده بگیره، باید یاد بگیره، بره توی مردم، اتوبوس سوار شه، تاکسی سوار شه، بره تو قهوه خونه، بره جنوب شهر، ببینه آدم ها رو، با آدم ها دمخور باشه، مسئله شونه بدونه، دردشونه بدونه، معذرشونه بدونه، زندگیشونه تجزیه و تحلیل بکنه. اون موقع است که وقتی یه نقش رو بازی میکنه، این نقش هم پوست داره، هم گوشت داره، هم استخون داره. تو شیشو بشموندن که دردی رو درمون نمی کنه، خصوصا حالا که یه چله از این ماجرا گذشته. بهتر نبود میذاشتیم خودشون پیش قدم بشن؟ آخه تا کی؟ بعدیش اینه که بلا تکلیفی از هر درد بیدرمونی بدتره. هرگز من مونوپول نشدم برای یک نقش به خصوص، همیشه متفاوت بود، یعنی تماشاگر نمیتونست که بوی من یک مهر بزنه که مثلا ایشون فقط این نقشها رو بازی میکنه. این بود که نقشها کاملا متفاوت بود. و یه جمله که آقای بیضایی گفته بود در رابطه با من که من برای من خیلی ارزنده است، اون جمله گفته بود که بخشی بعد از 25 سال در پیله یک موفقیت نپوسیده بود و همچنان با طراوت و تازه بود. مسعود کیمیایی آدمی است که سینما رو با کارگردان به مردم شناسوند. یعنی در یه زمانی بود که در ایران هیچ کس نمیگفت بریم فیلم فلان کارگردانه ببینیم، میگفتن بریم فیلم فردینه ببینیم، بریم فیلم ناصره ببینیم، بریم فیلم بیکر ببینیم. اما مسعود کیمیایی با ساختن فیلم قیصر به مردم یاد داد که آقا باید فیلم فلان کارگردانه باید رفته، آقا بریم فیلم کیمیایی رو ببینیم، بریم فیلم بیضایی رو ببینیم. کارگردان رو مطرح کرد، ولی هنوزم که هنوزه به نظر من بازیگرها بهترین بازیاشون رو توی فیلم کیمیایی ارائه میدن. تو کی هستی؟ چیکار داری؟ من کیم؟ تو دیوونه شدی، تو نمیفهمی داری چیکار میکنی. به زودی میفهمی دارم چیکار میکنم. مسئولین مملکت ما یه مقدار توجه بیشتری به این قشر بکنن، چون این قشر واقعا قشر زحمت کشی هستن، نون مفت نمیخورن،
خیلی ممکن تو جامعه با نون مفت بخورن، کار نکنن و نون بخورن، کار نکنن و پول بگیرن، ولی در جامعه هنری هیچ آدمی وجود نداره که بدون اینکه کاری انجام بده پولی بگیره. در تمام رسته هاشا، چه فیلم بردار باشه، چه بازیگر باشه، چه گریمور باشه، هر کسی که میخواد باشه، واقعا طبقه زحمت کشی هن. شب تا صبح بیداری میکشن توی بیابون، نمیدونم زیر آفتاب، ارز کنم زیر بارون، زیر برف، توی سرما، توی گرما، واقعا زحمت میکشن این قشی و متاسفانه هرگز به اندازه زحمتی که کشیدن مزدی دریافت نکردن. با امید روزهای بهتر انشاءالله. من بخش آقای بخشی بودم که خواهش میکنم، قربون تو بقیه زدیم، فقطون بشن. خیلی ممنون که اومدی، قربون شما برم، خدا نگه داره، خدا ان شاءالله حفظت زنده باشی ان شاءالله.